با کتاب عهد نسیم شروع می‌کنیم که یک منظومه است و در حقیقت مرثیه است که شاعر برای دوست صمیمیش گفته. یکم این کتاب رو به اون معرفی بکن. عهد نسیم کتاب شعر وحید داور هست، شعر بسیار خوشقریه است که نشر حکمت کلمه منتشر کرده. نشر حکمت کلمه نشر جوانی است و مدیر اون هم فریاد ناصری خود شاعر هست و سعی میکنه که با دقت مجموعه ها رو انتخاب کنه. این کتاب همونطوری که شاعرش هم در یک دیباچه کوتاهی بهش اشاره کرده، در واقع یک سوگواری هست برای دوست از دست رفته ای که جوان افتاده و در واقع ما با یک کتاب اینجا طرفیم، در کلیت خودش با یک منظومه طرفیم که هر بخش از اون قراره یک وضعیت مشخصی رو و یک کلیتی رو برای ما روایت کنه. این مجموعه شعر به عنوان یک منظومه یک تم مرکزی داره، این تم چیه؟ مضمون اصلی این مجموعه جوانمرگی است، جوانمرگی و دوستی. شاعر در واقع به یک شکلی مسئله جوانمرگ شدن دوست رو به عنوان یک موضوع شخصی در اختیار گرفته و از اونجا شعری رو آغاز میکنه که ما رو به یک سفری میبره که یک داستان بزرگتر و یک حکایت ازلی و ابدی رو در واقع پیش چشم ما ترسیم میکنه و اون حکایت فرزندکشی است. اگر قائل باشیم به اینکه هر ملتی، هر زبانی یک سری اسطوره های بنیادین داره، افسانه های بنیادین داره، فرزندکشی یکی از حکایت های غالب در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است، از سهراب و اسفندیار و سیاوش گرفته تا سهراب های امروز که میبینیم. اهمیت دیگه‌ای که این مجموعه داره از نظر مضمونی مواجهه با مرگ. در واقع ما دو نوع مرثیه سرایی داریم، یک مرثیه سرایی هستش که معطوف به مرثیه سراست، یعنی یک سوگواری است که قراره مرثیه سرا رو به یک شکلی آرام بکنه، و یک مرثیه سرایی داریم که نوعی مقاومت در برابر مرگ به مثابه فراموشی است. به طور مختصر درباره کتاب حرف زدیم، حالا به انتخاب خودتون یک شعر هم انتخاب کنید برامون بخونید. من نخستین شعر این مجموعه رو میخونم به اسم نمک روشن. گفتیم نمیخواهیم، نمیخواهیم که بمیریم، گفتند اگر که نمیخواهید عرض الله واسعه. یک شب دو شب نشد که خانه فروختیم و کفش و کلاه خریدیم، سرما کشان قدر که سوز دانکرک و بروژ را تاب آوریم. باران گرفته بود تیزاب گرم سلطانیان تمدن را که روی رود بار غلات پی می افکندیم ویرانده بود. دیگر مسافر پران داشت از هر گروه زوجی می گرفت و در بار می نشاند، اما دو را جفت نبود نسیم را و مرا. پس ماندیم و تیزاب زمین را فرا گرفت. چه روز بود آن روز؟ با من نسیم گفت دل قوی دار که ملکوت مادرم نزدیک است. اقلیما مادر نسیم بود، نسیم مادر نسیم. بریم سراغ کتاب دومی که انتخاب کردیم. این هم یک دفتر شعر نوشته سمیرا یحیایی که به طور زیرزمینی منتشر شده. اول با همین شروع میکنیم. چرا زیرزمینی؟ به خاطر مسائل سیاسیه که زیرزمینی منتشر شده؟ من فکر نمیکنم لزوماً به این دلیل بوده باشه، چون میدونیم که به هر حال راههایی هست که شما یک کتاب رو به یک شکلی از تیغ مجوز بگذرونید. من فکر میکنم این مسئله نگفتن به یک سازوکاری است که نویسنده اون رو بر نمیتابه. این مجموعه سوم سمیرا یحیایی هست. اونای دیگرش هم زیرزمینی بودن؟ نه، مجموعه اول و دوم او با مجوز چاپ شدن و به نظر میسه انگار نویسنده اصلا دیگه اون نیاز رو به این که اثر خودش رو در فضایی قرار بده که نیاز به اجازه گرفتن باشه ندیده، و من فکر میکنم یه بخشی از مسئله صرفاً مسئله یک ایراد ممیزی یا کوتاه بلند شدن یه شعر یا تغییر کردنش یا تک تک شدنش نیست. مسئله این است که شما یک زمان تصمیم میگیری که من حاضر نیستم دیگه از کسی برای نوشتن و برای خوانده شدن اجازه بگیرم که هیچ ربط و ارتباطی خواندنش در واقع با ادبیات نداره، بلکه یک خوانش مطلقاً ایدئولوژیک و سیاسی است که قراره به من اجازه این رو بده که آیا من مطابقتی دارم با اون ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی او یا نه، که به نظر میاد این کتاب در تمامیت خودش هیچ مطابقتی با چنین سیاست‌هایی نداره.
یه خلاصه هم درباره زبان این دفتر شعر صحبت بکنیم. زبان یک زبان ریتمیک و ضرباهنگ داره و به نظر میرسه که شاعر دوست داره که شعر درست ادا بشه، درست خونده بشه. یک مجموعه ویژگی هایی در نوشتار وجود داره که میتونیم بگیم اون ویژگی ها ویژگی های مردانه یا زنانه، یعنی جنسیت دارن، نه به واسطه اینکه نویسنده شون زن یا مرد باشه، به واسطه اون ویژگی هایی که در زبان وارد میکنن. برای مثال موزیکالیته زبان، موسیقایی بودن زبان، ریتم در زبان، اینها ویژگی های زنانه هستن. تکرار و در واقع ریتم‌های دوری، یادواره‌ای و اصلا زمان‌های دوری و حرکت‌های چرخشی و حلزونی در درون زبان، اینها المان‌های نوشتار زنانه هستن که در آثار یحیایی ما اینا رو میتونیم به خوبی ببینیم. موزیک در شعر سمیرا یحیایی همیشه یک عنصر غالب و یک عنصر مهمی بوده. البته همین در اواخر کتاب، یعنی در شعرهای متأخر، میبینیم که زبان اصلا زبان نثری میشه. همینطوره. گاه هم به جایی میرسه که اصلا اون موزیکالیته از بین میره. یعنی که یک مسئله هستش، مسئله این هستش که ما با کتابی مواجهیم که درباره موسیقی، یعنی فواصل لا هم در واقع تعاریف مختلفی داره، هم به لای خوب شد اینو اشاره کردید، در مورد این یکم بیشتر توضیح بده. چرا اسم کتاب هست جمعیت فواصل لا؟ کتاب به چند ویژگی اشاره داره. یکی به مفهوم لا در لای موزیک اشاره داره به عنوان یک نوت موسیقی، بله، هم به مفهوم در واقع لای عربی به معنای ناگفتن در واقع اشاره داره و به مسئله فاصله اشاره داره و جمعیت، یعنی تضاد بین مفهوم فاصله و جمعیت. و این فاصله گذاری رو در موزیک کلام سعی کرده که یحیایی اجرا کنه در ادبیات. من یه مرثیه هم از سمیرا یحیایی میخونم. اسم شعر هست فرود محسن قانع بصیری در گوشه نیست. شعر بلند است، من یه تکه کوتاهش رو میخونم. دم کرده نور بر گردن عرق کرده تابستان، فصل در تو طولانی است، سالیانی بی تقویم افتاده بر طبقاتی دراز، غلیظ و ترسیده. تنهایت اسبی بود گداخته داغ بر بازو، تنهایت نهنگی جفت باخته در امواج. جنازه تو ندانم کدام حادثه بود، چند ساله ای حالا که روی دست زمین مانده ای، حالا که نه می میری و نه نمی میری. گفته بودم مردم آتش فشان خاموشند بچه، گفته بودم گلوله های مشقی بدخیمند بچه، چشم های بی منظرت، چشم های تنهایت در آخرین اتاق. ممنون امید شمس، شاعر، که امروز با ما بودی.